گفتم که یه کسی داره با خشم و نفرت میاد ایران. گفت منم طلبم و هیچی در زندگی بیشتر از این نمیخوام که برگردم به قم و کار طلبگیمو از نو بگیرم. به تدریج دیکتاتور شد ولی بنمایه هاشو داشت. نمیخواست کسی بدونه که ولایت فقیه چیه. خیلی سیستم عجیبیه دیگه که فقیه باید اصلا حاکم بشه. همه با همه آقای خمینی تبدیل شد به همه با من. منظورش فاحشه نبود، منظورش حضور زن بود در جامعه. اون حرفایی که بعدن زد کمتر توی اینا شما میبینید. سازمان چریکای فدایی خلق یک اطلاعیه داده بود و در این اطلاعیه از امام خمینی حرف زد. کسی قصه اینو نمیخورد که ممکنه استبداد بیاد بیرون. چرا روشن فکری ایران جا موند از آقای خمینی؟ اون چیزی رو از او دیدیم که میخواستیم ببینیم و خیلی از واقعیت ها رو نخواستیم ببینیم. مثل خیلی از آخوندهای المنت مردم فریب یا به اصطلاح دماگوژیک داشت، میشه گفت به قول خودش خودعه، گفت خودعه کردیم. مهر ماه 1357، آیت الله خمینی، رانده از نجف، مانده پشت مرزهای بسته کویت و سوریه، خشمی در جستجوی سرزمینی. اینجا برای اینها محصور داشت، به واسطه محصور ما نخواستیم اینها در محصور واقع بشن. از اینجا ما هم دایر بود بین اینکه اینجا باشیم و ادای وظیفه نکنیم تو هر جا و ادای وظیفه شهریه بکنیم. از این سورانده، از آن سومانده و ناگهان روی نقشه جغرافیا، نه از یکی از کشورهای اسلامی که از فرانسه، کشوری در قلب اروپا سر در می آورد، جایی که در آن در کمتر از 5 ماه از مرجعی تندرو با پیروان محدود به چهره جهانی و رهبر معترضان ایران بدل می شود. آیت الله در نفل و شاتو عبایی لیبرال برتن می ماند، اغلب با فاصله از مواضع تند اسلامیش از فصل مشترک اعتراضات مردمی در ایران سخن می گوید. براندازی نظام پادشاهی، مبارزه با امپریالیسم و برابری برای محرومان. ما فرض می کنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد. وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن با کنار برن. اونی که تو آقای خمینی برای ما که نسل انقلاب و انقلابیگری بودیم و اینها، مداقه های تئوریک و اینا نبود. همینقدر که خمینی ضد شاه بود و اسرائیل و آمریکا و تندم برخورد میکرد و اینا، کافی بود که دل ببر از یه جوون انقلابی. معلومه که اگه ایشون اون حرفایی رو که بعدن زد همون اول میگفت، هیچ کدوم از این آدم ها در این حرکت های شرکت نمید. نگه میگم هیچ کدوم، ولی تقریبا میشه گفت که اکثریت مردم به هیچ وجه اینو نمیپذیرفتن. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آقای این از این میترسن دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی بزند. اما براعت جستن آیت الله از دیکتاتوری مذهبی، تضادی آشکار را به نمایش می گذاشت، تضادی آشکار با آنچه پیش از آن گفته بود و آنچه پس از آن کرد. می خواهم به نحوی منفجر شم که چرا مردم ما واقعیت ها رو نگاه نمی کنن. آقای خمینی
کتابی نداشت، یه سری چیزایی رو صحبت کرده بود که دو سال آخر اینا رو به خصوص برای فقط چند تا از روحانیون فرستادن، نمیخواستن اینو چاپ کنن، نمیخواست کسی بدونه که ولایت فقیه چیه و اون چه نقشی در اون میتونست داشته باشه. خودمو معرفی کردم به عنوان کسی که در کالیفرنیا تدریس میکنه، حرف منو قطع کرد، گفت منم طلبم و هیچی در زندگی بیشتر از این نمیخوام که برگردم به قم و کار طلبگیمو از نو بگیرم. که اون موقع برای من موزیکی بود که برای من گفتم عجب، این انسانی که امروز رهبر این رهبر معنوی این انقلاب شده اصلا علاقه به قدرت نداره. وقتی که اونجا با قاطعیت گفته میشد که ایشان میروند در قم و خودش هم میگفت من میرم در قم و مثل یک طلبه، مثل یک روحانی اونجا زندگی میکنم و حکومت و دولت و دست در واقع کسانی که این کارن میسپارم، به خودم میگفتم که در واقع شاید ما در حال یک انقلاب از نوع جدیدی هستیم که درش معنویت و مذهب میتونه یک نقش مثبتی بازی کنه در جهت اخلاقی کردن انقلاب. میخواییم خرابه هایی که شاه ایجاد کرده ترمیم کنیم و به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی، به تمام معنا حکومت مستقل و ایران مستقل میخوایم درست کنیم. ایران آزاد مستقل درست میکنیم انشاءالله. حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا. آیا تندروترین مرجع اسلامی ایران که حتی با حق رأی زنان هم مخالف بود میتوانست منادی دموکراسی آینده باشد؟ کسی قصه اینو نمیخورد که ممکنه استبداد بیاد بیرون. شا بره، هرچی بیاد بعض اونه، مملکت گلسون میشه و عدالت اجرا میشه. درسته که این آخوندها سیاسی شدن و ضد دیکتاتوری بودن، به اصطلاح ضد شاه بودن، ضد غرب بودن، منتها زاویه مخالفتشون با روشنفکرها خیلی فرق میکرد. اونا مخالف تجدد بودن، مخالف هر چیزی که مدرنه بودن. ما روشنفکرها باید اینو میدیدیم، باید تشخیص میدادیم که جنس مخالفت ما با به اصطلاح امپریالیزم با جنس مخالفت آخوندها خیلی فرق میکنه. نه تنها من نوجوان، بلکه بزرگتر از ما، بزرگای ما اون موقع نقطه منفی مهمی از آقای خمینی ندیده بودن. شما اصلا جملات آقای خمینی تو پاریس ببینید، همش این که دموکراسی و جمهوری، همین جمهوری که فرانسه میگه. اما جملات آیت الله در پاریس فقط هم درباره دموکراسی و جمهوری نبود. در بعضی از محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقتنامه‌ای رو تحصیل کردیم. آیا این امر صحت داره یا نه؟ و اگر صحت داره، شما در کدوم یکی از اصول اولیه‌تون تجدید نظر کردید که به چنین توافقی رسیدید؟ اصلا همچین مطلبی نبود است که موافقت باشه. بعضی از سران جبهه ها آمدن اینجا و با من صحبت کردن. من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردن. نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست، کسی نمیتوند در او تجدید نظر بکنن. یا همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم، اونها پذیرفتن. تا مادامی که بپذیرن همون مطالب را و هر کس بپذیره است از ماست، و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی نداره. شما اطلاع دارید که حضرت امام خمینی کتابی در مورد حکومت اسلامی نوشتن و نظراتی دارن در مورد حکومت اسلامی. شما فکر میکنید یک همچین حکومت اسلامی با موازین اسلام میتونه در ایران به سر کار بیاد؟ من تصور میکنم که نظر آیت الله خمینی با اصول دموکراتیکی که ما اعلام میکنیم، اعلام کرده ایم و میکنیم، یعنی جمعیت‌های آزادی‌خواه ملت ایران اعلام می‌کنند، تفاوت زیادی نداره. آیت الله خمینی اونطور که من استنباط می‌کنم، اون چرا از حکومت اسلامی می‌خواهند تقوا، فضیلت، پاکدامنی و عدالت است. یعنی اینها اصول اساسی هست که در
مبانی اسلام و در موازین اسلامی است. من مکرر اظهار کردم که در یک کشوری که 98% اون مسلمان هستند، اگر این مردم در یک انتخابات آزادی رأی بدهند و نمایندگان خودشون را انتخاب بکنند و حکومتی تشکیل بدهند که مورد موافقت اونها باشد، این حکومت به تبع اسلامی خواهد بود و با اون چه آیت الله خمینی بیان میکنن نباید تفاوت زیادی داشته باشه. آیت الله آشکارا میگفت هر کس بپذیرد با ماست و هر کس نپذیرد بر ما. آیا این باورهای مذهبی مردان انقلابی بود که پیشبینی آینده را دشوار میکرد؟ اونایی که اونجا بودن که مذهبی بودن، یعنی آقای بنی صدر و یزدی و قطب ساده، اینا که مذهبی بودن. آقای بازرگان و خانمان دست نمیدادن. آقای سنجابی اینطوری نبودن، ولی مشکلات درون جبهه به اصطلاح ملیون و نهضت آزادی و این گروه انقدر زیاد بود که اونا سر حرفاشون یا سر اون چی که میخواستن نه ایستادن یا نخواستن یا نتونستن. ما در حقیقت سوادمون نسبت به جامعه شناسی سیاسی اسلام خیلی پایین بود. خود اسلام سیاسی رو خیلی کم میشناختیم. این المنت های فقط ضد غربیش رو میدیدیم، ولی المنت های ضد تجددش رو، عوامل ضد تجدد و ضد زن و ضد اقلیت و اینا رو نمیتونستیم ببینیم. سخنان آیت الله ضد و نقیض بود، اما میشد چنین که باوری به آزادی احزاب سیاسی ندارد. و اما مارکسیست ها و کمونیست ها هیچ نقشی در ایران که 30 میلیون یا بیشتر مسلم دارد و همه با فریادهای اسلام طلبی به پا خواستند، هیچ نقشی اونها ندارند و ما از اونها هیچ خوفی نداریم. خمینی سیاستمدار به اصطلاح ماکیاولیست بسیار زبل روباه صفتی بود. روباه صفتیش بی‌نظیر بود. خود اومد از چپ استفاده کرد، لیبرال و مصدقی ها رو از بین برد و بعد که از اینا خیالش راحت شد بلای سر چپ رو برد که شاه هرگز نمیتونست بستر بیاره. بنابراین خمینی که اومد تمام اون اعتقادات، تمام اون ادعاها و تمام اون بدیل هایی که قبل از انقلاب وجود داشت، اینا همه محو شد و شخصیت او بود که راهنمای ایران آینده شد. I would not have any position in the future government as such, being the president or the prime minister. And my job is not to be as such. I will be some sort of supervising their activities. I will give them guidance. And if I see some deviation or some mistake, I will remind them how to correct it, give the general guidance. You would be, in effect, the strong man of Iran. In tertib shoma مرد قوی ایران خواهید بود. اینطور فرض کنید. با خروج شاه از ایران و شکاف در شورای سلطنت، حالا دیگر قرعه به تمامی به نام آیت الله افتاده. احزاب و تشکل‌های سیاسی یکی پس از دیگری با او هم پیمان می‌شوند. جایی که من واقعا نگران شدم موقعی بود که در بازگشتم به ایران بود که سازمان چریکای فدایی خلق یک اطلاعیه داده بود و در این اطلاعیه از امام خمینی حرف زد و این اولین بار بود که شوک واقعی به من وارد شد، به این دلیل که فهمیدم که چپ ایران هم دچار اشکال در یا در تحلیل یا در اطلاعاته. متاسفانه در تحلیل بود و در سازش و سازگاری با حکومت مذهبی. ما می دیدیم که یه جنبش مذهبی داره همه صداها رو خفه می کنه، صدای زنان رو داره خفه می کنه. ما می دیدیم که این جنبش
پاپیولیست یا خلقی به این تعبیره که افراد دی کلاسه توشن، دیگه روشنفکرا توش کاری نیستن. ما میدیدیم که رهبری که داره اینو هدایت میکنه یه رهبری دینیه به اصطلاح فرهوشی و کاریزماتیکه، یعنی هیچ خصلت عقلانی نداره. بهایی که جامعه ایران هم بابت این موضوع پرداخت بسیار 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 سنگین بود. یعنی همه ما از ستایش یک انسانی که نجات دهنده است و قرار گاندی ایران باشه تبدیل به کسی شد که کابوس جامعه ایران شد. ما اون چیزی رو از او دیدیم که میخواستیم ببینیم و خیلی از واقعیت ها رو هم نخواستیم ببینیم، نخواستیم کتاباش رو با دقت بخونیم و ببینیم او چه کسی است و برای چه چیزی در حقیقت دعوت به قیام و دعوت به قیام. انقلاب آتش به پا کرد، دود همه جا را گرفته، حتی چشم ها و گوش ها را که باید بهتر می دیدند و دقیق تر می شنیدند. موقعیت زنان و نقش زنان در دولت آینده شما چگونه خواهد بود؟ موقعیت یک انسان صحیح و از این به بعد زنها و مردها آزاد، ولی اگر چنانچه بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند یا خلاف مصلحت مملکت بکنند، البته اونها جلوگیری خواهد شد. بارها خبرنگارا ازش میپرسن زنا آزادن، میگفت بله زنا در جمهوری اسلامی که ما درست کنیم یا حکومت اسلامی عباید میگفت آزادن مطابق شرع اسلام. این مطابق شرع شما نمیفهمیدیم بعدن چه مصیبتی خواهد شد. یا میگفتش که مثلا بارها ازش میپرسیدن مخالفین حق حرف زدن، داره میگفت حتی کمونیست ها آزادن برابر شرع اسلام. یا منطبا نمیدونستیم این برابر شرع اسلام یعنی که فردا اینا کافرن مرتدن میتونن سرشون هم ببرن اعدامشون هم بکنن. اما ها و اگر ها و مگر ها و مشروط به ها در آن هنگامه پرشور کمرنگ میشون، گم میشون و راه برای خود باز. اقلیت هایی که در ایران وجود دارن چه وضعی خواهد داشت؟ اقلیت های مذهبی در اسلام احترام دارند و اونها مثل سایر اقشار ملت در اونجا با رفاه زندگی می کنند و هیچ برای اونها گرفتاری نخواهد. حضرت ایتون ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی رو در نظر دارید؟ فکر میکنید که آیا باید محدودیتی قائل شدیم؟ اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بیان و همه چیز آزاد است. چیزهای آزاد نیست که مضر به حال ملیت ما باشد. بر این اساس آیا فکر میکنید که گروه های چپ و مارکسیستی که در ایران هستند اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری میشد، اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد؟ یعنی منظور به طور احزاب آزاد خواهند بود؟ تقریبا احزاب همه مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشه. نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا مثلا در امور کشور هم شرکت خواهند داشت یا نه؟ مثلا آیا وزیر خواهند شد یا وکیل خواهند شد اگر استعداد و لیاقتی از خود نشان دادن؟ این ها بسته به این است که حکومتی که پیش میاد این تکالیف رو معین کند. الان وقت این کار نیست. ممکن بفرمایید که به نظر شما یا زنای ما باید حتما یه چیزی به اسم حجاب داشته باشند؟ این روسری حتما داشته باشند؟ شماها آزادی در کارهای صحیح در دانشگاه برید، هر کاری را که صحیح هست بکنید. وقتی مصاحبم رو با آقای خمینی پای تلفن برای سردبیر اون آقای رحمان عاطفی و همسرم که با اونجا بود هوشنگ میخوندم، من گریه میکردم و گفتم که یه کسی داره با خشم و نفرت میاد ایران. تصمیم گرفته ایم که مراسم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی رهبر بزرگ جنبش ملی ایران را مستقیما از شبکه سراسری رادیو تلویزیون برای شما ایرانیان مبارز و قهرمان
پخش کنیم. من به همه ملت و همه قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه به کسی صدمه وارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد. اما تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب، اولین ضربه های حکومت نوبنیاد اسلامی بر پیکر زنان ایرانی وارد آمد. و حذف آزادی های مدنی یکی یکی. ما مبارزه با فساد را با دایره امر معروف و نهی از منکر که یک وزارت خانه مستقل بدون پیوستگی به دولت مبارزه با فساد می کنیم، فحشا را قطع می کنیم، مطبوعات را اصلاح می کنیم، رادیو را اصلاح می کنیم، تلویزیون را اصلاح می کنیم، سینما ها را اصلاح می کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. احکام اسلام، حدود اسلام را جاری می کنیم. هر بار خمینی صحبت از فحشا می کنه منظورش زناست، منظورش فاحشه نبود، منظورش حضور زن بود در جامعه. ما باید اینو میتونستیم بگیریم، یعنی این رمزخونی، کشف رمز زبان آخونده رو که وقتی که میگن فحشا، فحشا اسم رمز برای زن و آزادی زنان. اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ حتی اگر اون پیچ و خمه و شرط و شروط های آقای خمینی را ما میدیدیم، حواسمون که نبود، ولی میدیدیم بعد اونم نمیمد، فکر میکردیم درسته، اصلا این مطابق احکام اسلام، اصلا ما میخواییم حکومت جمهوری اسلامی درست کنیم، حکومتی که مبناش بر اساس احکام فقهی باشه. وقتی اجرا شد معلوم شد چه فاجعه‌ایه. آقای خمینی اون موقع با تیزهوشی تمام از اختلافات بین روشنفکرها کاملا هم استفاده کرد، از اختلافات بین احزاب سیاسی کاملا استفاده کرد. وقتی که سوار خر مراد شد، ولایت فقیه و چهار اسب تازه، دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشون می گذارند رؤسای اونها را بخواهد و اونها را محاکمه کند. خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و رؤسایی که مسامحه می کنند با آنها انقلابی عمل می کنند. اون شعار همه با همه آقای خمینی تبدیل شد با به همه با من. ما می خواهیم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چنین نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین کنیم. هر چی دلشون میخواد فریاد بزنن، اینا هم اگر شما چرت دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه نمیتونن. باید با شدت بخون عمل کرد و من شاید امروز یا فردا بسیاری از این احزاب را ممنوع اخطار کنم و اعلام کنم و نگذاریم هیچ نوشته ای از اینها در هیچ جا و هیچ اثری از اینها در هیچ جای مملکت نگذاریم که هیچ بروز کند. تمام نوشته هاشون را از بین می‌بریم.
دموکراسی که آیت الله در نفل و شاتو از آن سخن می گفت، به تهران که رسید چهره دیگری به خود گرفت. حکومت اسلامی خشم، نفرت و کشتار برمقان آورد. اسلامگرایی ما بعدها فهمیدیم که حقیقتاً مضمون عدالت خواهی دست کم موقعی که به قدرت می رسه دیگه نخواهد داشت، بلکه یک اولیگارشی رسمی روحانی و نظامی میاد روی کار و مطلقاً محتوای ضد استعماری یا ضد استکباری هم نداره، یا اگر داره واقعاً ارتجاعی، به مراتب ارتجاعی تر از اون چیزی که میخواد جایگزین بشه. وقتی من کتاب کشف الاسرار خمینی رو خوندم، دیدم که اون موضوع تقیه رو، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، همون ایده لنینیستی رو در اونجا به عنوان یک اصل مهم اسلامی مطرح کرده و هر نوع دروغ گفتن و هر نوع اجحاف رو لازم میدونه برای اینکه هدفی که داره یک هدف خدایی و بهشتی و غیر ذالک. حضرت امام، در نفل و شاتو شما وعده کردید که نه تنها آزادی ها حفظ میشن بلکه تعمیم نیز مییابند، در صورتی که بعد از پیروزی انقلاب دیدیم که تظاهراتی بر ضد زنان شد، اقلیت های قومی مثل کردها تحت فشار قرار گرفتن، روزنامه و احزاب سیاسی ممنوع شد. آیا ممکنه این تناقض های ظاهری رو برای ما روشن بفرمایید؟ ما از اول که انقلابمون واقع شد تمام آزادی ها در ایران بود. وقتی که دیدن آزادند، توطئه ها شروع شد، توطئه قلمی، و ما بعد از 5 ماه که به همه فرصت دادیم توطئه‌گرها را پیدا کردیم. زنهایی که تظاهر کردند همین زنهایی بودند که از تتمه اون مسائل بودند، اونهایی بودند که شاه اونها را به عنوان آزاد زنان به میدان آورده بود و اونها را به تباهی کشیده بود. اونها هم چون از این وضعی که اون تباهی ها و اون آزادی هایی که اونها میخواستند که با جوان ها آزاد باشند که هر کاری میخوان بکنند، میخواستند با تباهی ها هماغوش باشند، میخواستند کارهای برخلاف عفت بکنند و می‌دیدند که اسلام با کارهای خلاف عفت، با کارهایی که مملکت را به تباهی می‌کشد و ملت را به عقب می‌راند، واقعاً میشه گفتش که اون چیزی که بر من حیرت آور بود اینه که همه ما به طور جمعی حس می‌کردیم که یک کلاه گشاد بر سر ما رفته. از نظر من یکیش برمیگشت به نگاهی که به آزادی داشتیم و همینطور متاسفانه بسته بودن جامعه ایران و اینی که ما نتونستیم در شرایط آزاد خیلی از چیزها رو در خود دانشگاه، در رشته جامعه شناسی حتی بحث کنیم، و همه اینا باعث شد که همه چیز شکل اسطوره‌ای به خودش بگیره بدون اینی که اسطوره‌ای به طور واقعی وجود داشته باشه. من خودم یک مقاله از خمینی نخونده بودم. موقعی که من 6 ماه بعد از انقلاب کشف الاسرار خمینی رو خوندم، از خجالت احساس شرم کردم که من چگونه تونستم از آدمی که این کتاب رو نوشته و یه همچی تصویری از ایران آینده داشته اینقدر دفاع میکردم. خبرنگارا از او پرسیدن که این حرفایی رو که در پاریس زده بودی منظور، گفت خدعه کردیم. خدعه در لغت مکر، فریب، حیله و فسونی است که اسلام مجوز به کارگیری آن در مواجهه با دشمن را صادر کرده است. حالا 44 سال از آن روزها گذشته و حکومتی که آیت الله خمینی بر پایه خدعه بنا نهاد، دیوارهای خدعه‌اش را آجر به آجر بلندتر کرده است. صدای آمریکاست.